سالک الالله به هیچ کدوم از اینها دل نمیبنده، همه اینها رو داره ولی دل به اینها نمیبنده، امید به اینها نمیبنده، نماز رو میخونه، خیلی هم قشنگ میخونه، هم ظاهرش قشنگه، هم باطنش قشنگه، هم حضور قلب داره، هم اخلاص داره، از سر عشق و محبت نماز میخونه، با همه وجودش و همه مراتب وجودش نماز میخونه، اما نماز رو که خون چگاه میکنه؟ سر به سجده میذاره میگه عفوان عفوان عفوان، خدایا منو ببخش برای این نمازی که خونه. سلام نمازش که داد سه بار میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر، یعنی خدا بزرگتر از اونه که من بتونم نماز شایسته یه او رو به جا بیارم، امید به عبادتش نمیبرم، امید به طاعتش نمیبرم، امید به تقوا و ورعش نمیبنده، که بله من خیلی آدم پرهیزکار، خیلی آدم متقیم، گناه نمی کنم، که اگه چنین غروری بیاد خدا خوب بلده روشو گم کنه، خوب بلده خلاصه هر دره بزنه کنار نشونش بده. گفت قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش، که در این خیل حساری به سواری گیرند. خیلی نگو من آدم با تقوایی هستم، خیلی خودتو فوق‌العاده حساب نکنم، که در این خیل حساری به سواری گیرم، یه دونه سوار میفرسته خدا یه قلعه رو فتح میکنه. این حسار تقوا و ورع و پاکدامنی، به اینا تکیه نکن عزیز دل. گفته که بر تقوا و دانش در طریقت کافری است راه رو، گر صد هنر دارد توکل بایدش، امید به هیچ چی نه، انجام بده طاعات و عبادات رو تا اونجایی که میتوانی، اما امید نبند به اینا، فکر نکن اینا تو رو به وصال میرسونه. گفت گرچه وصالش نه به کوشش دهند، ای قد چیه آنقدر ای جان که توانی بکوش. مجده بده به گناهکارها و بترسان صدیقان رو. دست داوود تعجب کرد، بس که دارم عوضی میشنم، برم به گناهکارا بگم مجده مجده، به صدیقان بگم وای به حالتون. یادتونه دیگه، خوندم این احادیث رو قبلا دیگه، باید تو ذهنتون باشه. اسکد یا رب کیفه و بشر المذنبین و انذر الصدیقین، خدای چجوری من برم به گناهکارا بگم مژده باد خوش به حالتون، به صدیقان بگم وای به حالتون در خطرین، چی پاسخ من؟ فرمود بشر المذنبین انی اقبل التوبه و اعفو من الذنب، برو گناهکاران رو مژده بده که من خدا میگذرم، میبخشم گناهان رو و عفو میکنم، توبه رو میپذیرم. خیالتون راحت باشه، خوشحال باشید گناهکارا. اما انذر صدیقین، بترسون صدیقان رو، الله یعجبو به اعمالهم، که نکنه به عمل خودشون شیفته بشن، مغرور بشن، عجب پیدا کنن، که احدی از خلق نیست که اگر من بخوام از او حساب بکشم، مگر اینکه کم میاره، مگر اینکه محکوم میشه. در عمل خودمون به طاعت و عبادت خودمون امید نبندید، در هر چی امید بستی خدا همون رو میشکنه، خیالتون راحت باشه، چون تکیگاهی غیر خدا پیدا کردی. حتی عبادتت باشه، عبادتت میگیره از دست. حالا بذاریم اینا هم لغ بدم، به نماز شبت خیلی دل خوش کردی، حالا بیشیم ببین چی کارت میکنه خدا. این احادیث قدسیه دارم براتون میگم، به نماز شبت دل خوش کردی، به
فکر کردی این چیزیه، حالا بیشون ببینم دیگه، حالا ببینم میتونی بیدارشی یا نه، ساعت خوب کن، به رفیقت بسپر، منو صدا بزن، همه کار، زود بخواب، غذا کم بخور، نمیدونم آیه آخر سوره کهف هم بخون، هر کاری میتونی بکنی بکن، ببینم میتونی حالا بیدارشی یا نه. این لطف خداست، گرفت نماز شبت بود، چون داشتی مغرور میشدی به او، تکیگاهت میشد او، امیدت میشد او. روزی که تازه شراب خورده بود و دهانش بو میداد، از کوچه تنگی عبور میکرد و حضرت هم از مقابل تشریف می آوردن. یه کوچه تنگی قدیما بود دیگه، می گفتن چی کوچه آشتی کنون ها، اینقدر تنگ بود که دو نفر از کنار هم رد نمی شدن، تنشون می خواد به هم، اینه که اگه دو نفر قهر بودن از این کوچه می خواستن رد بشن، تنشون می خواد به هم آشتی می کرد، گفتن کوچه آشتی کنون. یادم از این کوچه های تنگ تو تهران، بچه کوچه که بودیم زیاد، حالا دیگه همه رو تحریز کردن و عقب نشینی کردن خونه ها، کوچه ها وسیع شد. حالا از یه همچه کوچه تنگی داشت میرفت، تازه هم مشروب خورده بود، دهنش بوی مشروب میداد. امام صادق هم از طرف مقابل تو این کوچه داشتن میامدن. خجالت کشید با آن حال به حضرت سلام کند، با اینکه هیچ وقت سلام کردن به حضرت ترک نمی کرد، ولی حالا مبتلا به این معصیت بود، گاهی اوقات آلوده می شد به این گناه، ولی عرض ادب به امام رو هیچ وقت ترک نمی کرد. اما حالا که دید دهنش بوی مشروب الکلی میده و با این حال آشفته حاکی از مستی، خجالت کشید اینجوری روبرو بشه با امام صادق و سلام کنه. رویش را برگردانده به طرف دیوار کرد و مشغول بر رفتن به لباسش شد. پشت کرد به، یعنی روش کرد به دیوار که ازت بیان از پشت سر این رد شن، این رو در رو نشه، چهره به چهره نشه با حضرت. مشغول بر رفتن به لباس شد، مثلا دکمه هاشو داره میبنده، نمیدونم لباسشو مرتب کنه، به یه بهانه خلاصه خودشو مشغول کرد که یعنی من حضرت ندیدم که متوجه بشم حضرت دارن رد میشن. وقتی حضرت به او رسیدند، از پشت سر به در گوشش گذاشتند و سلام کردند و فرمودند در هر حالی که هستید از ما روی نگردانده به ما پشت نکنید. حالا یه آدم مست با اون دهنی که بویناک بود، حضرت من همجیز سرشون گذاشتن، چونشون گذاشتن تو شونه این، در گوش این شخص و فرمودن تو هر حالی هستید روتون از ما بر نگرد، روتون از ما، این حرف خیلی بزرگه، تو هر حالی هست روت رو از اهل بیت بر نگرد. خودتو معصیت کار میدونی، آلوده میدونی، هرچی هست انشالله که دوست اهل بیت معصیت کار نیست و آلوده نیست، ولی اگه یه وقتی هم که موج کدورت عالم خاک آمد به سمت تو و تو رو خاک آلود کرد، رو تو بر نگردون از ائمه، رو تو بر نگرد، با هر حالی هستی خریدار تو هستن اونجا، پشت نکن به ائمه، نگو که دیگه حالا ما خیلی گناه کاریم، دیگه رفتن مجلس روزه یعنی چی، رفتن مجلس دینی یعنی چی، دیگه ما خرابتر از این حرف هاست و ازمون، نه، همین یأس گناهش بزرگتر از هر گناهیه که تو مرتکب شدی و به خاطر اون گناه مایوس، هر گناهی مرتکب شدی یأس از اون بزرگتره، میدونی یأس گناه کبیر است در حد کفره. فرمود لا تیأس من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، فرمود از رحمت الهی مایوس نشید جز گروه کافران، از رحمت الهی مایوس نمیشن، در حد کفر بالله هست. وقتی رو تو برمیگردونی مایوس شدی دیگه، یعنی امید نداری قبولت کنن، امید نداری جواب سلامت رو بدن،
نه، در این که اون خجالت و سرفکندگی خوبه، اما نباید به حدی برسه که رودو برگردونی. در بحث خوف و رجا یادتونه این رو بحث کردیم قبلا، گفتیم خوف هر چی زیاد باشه خوبه، اما به شرط اینکه انسان رو مایوس نکنه. کما اینکه رجا هر چی زیاد باشه بهتر، اما به شرط اینکه آدم رو مغرور نکنه، آدم رو به امن نرسونه. چون همونطور که یأس من روح الله گناه کبیر است و بسیار خطرناک، امن من عذاب الله هم اونم گناه کبیر است. هر دوی اینا. وقتی میخوای بگی اشهد الله اله الا الله، یه وقت با زبان میگی اشهد الله اله الا الله، یعنی جز خدا هیچ الهی وجود نداره، هیچ موجودی که منو واله کنه وجود نداره، هیچ حقیقه، هیچ فاعلی در عالم وجود نداره، هیچ منعمی وجود نداره، لا اله الا الله. خب یه وقت با زبان اینو میگیم، یه وقت رفتارمون این رو نشون میده که باور نداریم به هیچ قدرتی جز قدرت خدا در عالم، باور نداریم به هیچ منعمی جز خدا در عالم، به هیچ خالقی، به هیچ رازقی، به هیچ معزی، به هیچ مزلی، به هیچ زاری، به هیچ نافعی جز خدای متعال. این رفتارمون اینو باید بگه، این قشنگی، این شهادت واقعیه. رفتارمون شهادت از اونهایی که اهل معرفتن، گاهی اوقات مثلا نقل کردن از یکی از بزرگان عرفا که تو تشهد نماز که میخواست تشهد بگه، اصلا همه وجودش میلرزید، زبونش نکنت میگه که من تو تشهد نماز میگم چی؟ میگم اشهد الله اله الا الله. راستی رفتارهای من شهادت میده اینو که من این رو باور دارم، جوری زندگی میکنم که ظهور باور به لا اله الا الله باشه. راستی تو خونه دلم هیچ موجودی جز الله نیست، کعبه دلم فقط در تصویر خداست. زم میترسیدن بگن، دیدید امام سجاد علیه السلام محرم که شدن میخواستن لبیک بگن، چجوری حضرت لرزه بر اندامشون افتاد، عرق میری حضرت و زبونش نمیگشت بگه لبک، اللهم لبک. او صحابه حضرت با تعجب پرسید یا ابن رسول الله چرا شما لبک نمیگید؟ حضرت فرمود من میترسم بگم لبک، از اون وقت از اون طرف بگن لا لبک ولا سعدک. یا همه وجودمون لبک گفته به خدا، احساسمون، عاطفمون، رفتارمون، همه وجودم اشهد ان لا اله الا الله. یعنی این بذار من که اشهد ان لا اله الا الله میگم، میگم خدایا من اومدم تازه مسلمون بشم، من تازه اومدم مسلمون بشم. تو رحت و شهیدی دارم اون رو نوشتم برات که وقتی میریم خدمت امام علیه السلام بود زیارت نماز دیدید دیگه شهادت بودیم، شهادت بودیم. من میگم این شهادت رو من میگم به عنوان یک کافری که تازه اومده اینجا میخواد اسلام بیاره، با زبون فعلا شروع کردیم به شهادت، الا کجا رفتار من شهادت میده که امام من علی ابن موسی رضا علیه السلام، کجا زندگی من، رفتار من، انتخاب های من، اندیشه های من، آرزوهای من، کجا نشون میده که امام من علی ابن مسرس. به این نیت میگم تا حالا کافر بودم، اومدم یه علی ابن مسرس، اومدم اقرار زبانی بکنم، شهادت بدم. لذا آدم با زبان عمل حرف بزنه با خدا.